بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المهديين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك رافع الدرجات إنك غافر السيئات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله برادران و خواهران معنوی شما را و خیشتنم را به تقوای الهی سفارش میکنم. در واقع فراز اولی در واقع خطبه اول بیشتر اشاره داشتیم به این که مراحل ایمان، ایمان دارای مراحل و درجات است، تقوا دارای مراحل و درجات است و انسان هرچه متقی تر و پارساتر می شود به مدارج بالاتر دست پیدا می کند. در همین رابطه عرض شود که من و شما هم هدف از عبودیت و هدف از بندگی و هدف از بگم در واقع ادامه زندگی این هست که خداوند متعال ما در قبضه و در یدی قدرت خداوند متعال هستیم. خداوند متعال ما را تا کنون که زنده نگه داشته است، تا کنون که ما را توفیق داده است که زنده بمانیم، همین فیض و همین رحمت را شامل حال ما کرده است و این شانس را داریم که هنوز ایمان خود را رشد بدهیم و ترقی بدهیم و در مراحل و مدارج بالاتر از ایمان نائل شویم. یعنی در واقع انسان هرچه که عبودیت بیشتر بکند، قلبش آماده تر بشود، برای لقاء الله، برای آن جهان انسان جانش آماده تر هست. ما در قرآن کریم داریم آیه شریفه که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، بگوید که می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس مطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه، برگرد به سوی خداوند متعال در حالی که خداوند متعال از تو راضی هست و تو هم از خداوند متعال راضی هستی. خب در این جهان قرار نیست که انسان برای همیشه بماند. در این جهان کی مانده است که ما برای همیشه بمانیم؟ حالا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد قرار هست که ما از این جهان برویم، همونطور که بقیه هم رفت. چی بهتر که انسان وقتی که می رود با جان آماده مهمان خداوند متعال شود، مهمان آفریدگار شود، که خداوند متعال بگوید یا ایتها النفس المطمئنه. وقتی که من و شما به سمت خدا برمیگردیم، خداوند متعال ما را مورد نوازش خیش قرار بدهد، بگوید ای نفس مطمئنه، ای انسانی که تو به اطمینان رسیدی، در زندگی خود با اطمینان به خداوند متعال زندگی کردی، ارجعی، حالا برگرد به دامن خودم، پیش خودم بیا، راضیتا مرضیه، تو از من راضی هستی و منم از تو راضی هستم. فادخلی فی عبادی، بیا در میان زمره عباد خالصین من، در میان عباد خودم قرار بگیر. فهمیده می شود که خداوند متعال گاه اوقات مؤمن واقعی را به اون مقام می کشاند که انسان وقت اونجا برود
کنار انبیا باشد، کنار اولیا باشد و در آن جهان ببیند که چه زیبایی ها و چه لطف و رحمت های است. فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی. خب این جهان و زندگی این جهان و بگویم که در واقع فراز و فرودهای این جهان و اخبار این جهان و حوادث این جهان برای ما خیلی آشناست. ما در واقع با این جهان زندگی کردیم، اخبار این جهان را همیشه میشنویم، میفهمیم. شبکه های تلویزیون، رادیو، اینترنت را که باز میکنیم برای ما هر روز خبر جدید دارد. اما همه این خبرها خوب هست، بالاترین خبر این است که انسان از جان خودش با خبر باشد، انسان اخبار را دنبال بکند و نباید بیگانه با اخبار و حوادث روز باشد. اما اونچه که مهم هست این است که این جهان و این هیاهوی جهان انسان را از خودش دور نکند، از خودش بیگانه نسازد. خب ما مسلمانان در جهان امروز و بگویم در کره زمین و در حوادث امروز گاهی اوقات دستخوش حوادث هستیم. بخشی از این حوادث که سرنوشت مسلمانان هست معطوف خود ما مسلمانان هست و بخشی از آن هم بگویم معلول ممکن هست دستهای بیرونی باشد. اگر مسلمانان به حقیقت ایمان عمل بکنند، به حقیقت ایمان آشنا باشند و با پیامهای دینی و وحیانی آشنا باشند و جامعه دینی جامعه آزاد و جامعه مؤمن و جامعه خدایی باشد، جامعه نورانی باشد، اون وقت کید دیگران بر اینان اثر نمی کند. چه بسا این که در بعضی از جاها و در سرزمین های اسلامی یا بگویم که وضعیت ما مسلمانان معلول دو علت هست، خود مسلمانان هم خودشان را به اون درجه از ایمان نرساندن، بگویم در واقع یک ایمان موروثی و یک ایمان تقلیدی که حقیقت ایمان را و معارف ایمان در این جامعه روش نکرده است، این چنین ایمان را با خودشان حمل میکند و دست های خارجی هم ممکن است در میان اینان وارد عمل شود و متاسفانه تفرقه و اختلاف و کینه و نفرت و حسادت و ظلمت و مشکلات این چنین دامن ما مسلمانان را البته تا یک مقداری بعضی جاها گرفته است. اما خوشبینی و امید و انتظار ما این هست، ما این را می دانیم که اگر مؤمن واقعی جانش و وجودش به نور ایمان آراسته شود و یک جامعه نورانی خلق شود، ظلم ظالمین و بگویم کید کائدین اینجا نمی تواند ضرر و آسیبی برای جامعه مؤمن وارد کند. من و شما در این جامعه و در جامعه مدرن که زندگی میکنیم انشاءالله تعالی برای خانواده، برای محیط، برای بستگان و دوستان خود این پیام را داشته باشیم که کلام خدا و پیام خداوند متعال واضح و روشن هست و منجی همه ما هاست. اما ممکن است اونجا که عمل نشود، اونجا که ممکن است به غفلت سپرده شود، بله اونجا فاجعه پیدا می شود و خداوند متعال همه ماها را در این مسیر توفیق ویژه عطا بفرماید انشاءالله تعالی. خب امیدوار هستم که این دعا و این طاعت عبادت ما مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیرد. از خداوند متعال می خواهیم پروردگارا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را از آتش جهنم که مصداق آتش جهنم همین ظلمت هاست، همین شیطنت هاست، همین خصومت هاست، همین کینه ها و همین فریب خوردن ها و همین در واقع گمراهی ها و زلالت هاست، خداوند ما را از آتش جهنم، خانواده ما، محیط ما و جامعه و بستگان و دوستان ما و تمام مسلمین و مؤمنین و تمام نوع بشر را از این آتش جهنم به سوی برکت و رحمت خودت رهنمون بگردان. پروردگارا دعای انبیا و اولیا را در حق همه ما مستجاب بگردان. پروردگارا گذشتگان ما را غریق رحمت فرما. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.